خانم آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همونطور که در اخبار، در گزارش های ما، در تبلیغات تلویزیونی چند روزه تلویزیون پارس و سایر تلویزیون ها ملاحظه کردید، روز یک شنبه این هفته، یک شنبه در پیش روی، تظاهرات بزرگی قرار است در لس آنجلس در برابر فدرال بیلدینگ از ساعت 6 بعد از ظهر صورت بگیره که تم این تظاهرات، مسئله اصلی این تظاهرات، دعوتی است که آقای امیر، طراح معروف لباس، در مورد نام خلیج فارس و اینکه در بعضی کشورها و به خصوص متاسفانه در ایالات متحده آمریکا مدتی است که نام جعلی خلیج عربی رو بر روی خلیج فارس گذاشتن. اینم خیلی طبیعی همیهنان گرامی. بیشتر کشورهای مدعی دموکراسی و کشورهایی که خودشون رو ملزم میدونن و اینطور نشان دادن که تابع مقررات و قوانین بین المللی هستن، وقتی که مسائل مالی پیش میاد، بیزینس به قول انگلیسی زبان ها پیش میاد، تمام این مسائل میره کنار و عملا حرکاتی انجام میشه که یک عکس العمل زشت و ناراحت کننده در مردم و کشورهایی که مورد هجوم قرار میگیرن قرار میگیره. ما همیهنان گرامی در یک شرایط بسیار وخیم زمانی قرار گرفتیم. یک دولت خونریز که در طول تاریخ میهن ما بعد از حمله تازیان و بعد از حمله مغول و حملات از این دست، این اولین باری است که کسانی با شناسنامه ایرانی و زبان ایرانی، لطماتی که به مردم میهن ما، مردم و میهن ما زدن، دست کمی از حمله اعراب و مغولها و سایر اقوام وحشی نگذاشتن. این طبیعیه وقتی که یک ملتی به وسیله یک دولت مستبد که تصمیمات شو یک نفر یا یه عده، فرق نمی کنه در کدوم کشور، مردم عراق در سرنوشت خودشون سهیم نبودن و یک مستبد خونریز ددمنشی به اسم صدام سالیان بسیار با چماق بر سر این ملت حکومت کرد و تصمیماتی گرفت که منجر به نابودی این کشور، ببینید الان شرایط عراق رو، قرار گرفت و بعدم خودش نابود شد. درست همین مسئله رو شما در لیبی دیدید. یک دیوانه خونریز مستبد با اون حرکات جلف و احمقانه‌اش، من عکسایی از آقای قذافی دیدم که آرایش کرده و با اون گاردهای مسخرش خانوم ها رو می آورد گارد شخصیش می کرد، اون لباس هایی که می پوشید و اون مدال هایی که آویزون می کرد و اون حرکاتی که در هر کشوری می رفت خیمه می زد و در زیر خیمه زندگی می کرد و اینا. دیدید که مردم لیبی رو به جایی رسوند که عاقبت قیام کردن بعد از 40 خورده سال و او رو به هم مملکت رو نابود کرد، داشت می کرد و هم اینکه خودش نابود شد. دیدید که از کیسه همون ملت، ملتی که زیر بدترین ستم ها قرار گرفته بود، میلیارد میلیارد حاتم بخشی میکرد و هر کس میخواست پول میداد و هر کس دلش میخواست اون رو مورد توبیخ قرار میداد، مورد نمیدونم مجازات قرار میداد، حتی کشور خارجی رو، در لاکربی هواپیمای پنما میزد
200 انسان بی گناه رو که تو هواپیما بودن میکشت، بعد وقتی که مورد تحریم قرار گرفت 1,400,000,000 دلار پول میپرداخت. یا در برلین محل نمیدونم خوشگذرونی افسران و سربازان آمریکایی رو منفجر میکرد و بعد وقتی که ناچار بود آمد پول پرداخت و خسارت داد. و همین کشورهای غربی همینان گرامی وقتی که ایشون این پولا رو پرداخت و معاملات بسیار پرسودی باشون کرد، تمام جنایات او رو فراموش کردن. الان در عربستان میبینیم همینان گرامی گردن زدن، سنگسار کردن، کشتارهای وحشیانه اقلیت‌های دینی مثل شیعیان، مثل ادیان دیگه، فشار به زنان، جنایات که روز به روز شاهدش هستیم. ولی همه این کشورهای دموکرات به دلیل بیزینسی که در اون منطقه دارن، معاملات پرسود، عربستان رو اجازه دادن بهش هر کاری دلش میخواد بکنه در منطقه. الان این مثلث قطر، عربستان سعودی و ترکیه تعیین میکنه سرنوشت مردم منطقه رو. در برابر چه رژیمی؟ در برابر یک رژیم مستبد سبع خونریزی مثل جمهوری اسلامی که شده لولوی منطقه و از قبل ترسی که در این کشورها به وجود آوردن، حالا چه مصنوعی چه حقیقی، پرسودترین معاملات اسلحه داره انجام میشه. همینان گرامی کارخانجات اسلحه سازی در کشورهای غربی از آلمان گرفته و فرانسه و امریکا و خیلی کشور، حالا روسیه هم یه سهمی، برای 10 سال آینده کارگرارشون و کارخانجاتشون تضمین شده سودش. اینا همه در اثر وجود حکومتیست به نام جمهوری اسلامی در ایران که بهترین بیزینس رو برای کشورهای غربی به وجود آورده. 750,000,000,000 دلار درآمد سالیانه این شیخکای جنوب خلیج پارس، امارات متحده عربی، بحرین، مسقط و عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی. 750,000,000,000 دلار درآمد سالیانه از فروش نفت، گاز و پتروشیمی که متاسفانه مقدار متنابهی از این پول متعلق به مردم ماست. در پارس جنوبی که اشتراک داریم با قطر، در یک منطقه دیگه با عربستان سعودی، در این منطقه با عراق و در خزر با کشورهای حوزه دریای خزر. و این جالبه که این شیخکا که تاریخ مثل مثلا امارات متحده عربی، تاریخ ایجادش به 30 و چند سال گذشته میرسه، ادعا دارن بر جزایر ما. و این جالبه، آقای اوباما میاد یکی از این شیخکا رو به حضور، ولیعهد امارات متحده عربی رو به حضور میپذیره و به او میگه که ما طرفدار این هستیم که این مسائل ارضی، اختلاف ارضی شما با ایران در یک نهاد بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره، قضایی بین‌المللی، و اونا رأی بدن. و مردم ایران، یعنی دولت این جمهوری اسلامی، مردم که چه عرض کنه، دعوت به مذاکره میکنه. دیشب در برنامه هم گفتم، درست مثل این که الان بیان بگن که آقا این کالیفرنیای شمالی و جنوبی متعلق به مکزیک بوده، همطور که همه آگاهی داریم، حالا بعد از چندین سال، چندین دهه، بیان بشینه دولت آمریکا با مکزیک بر سر اختلافات ارضی صحبت کنه. آیا همچین چیزی اصلا قابل قبوله برای مردم آمریکا؟ اگر نیست، چرا ما، چرا قرار 3 جزیره ما مورد بررسی مجدد قرار بگیره؟ به چه دلیل؟ خب شما دشمنی دارید با جمهوری اسلامی، ولی دشمنی که با میهن ما ندارید.
با مردم ما ندارید. 4 میلیون نفر مردم ایران از دست این رژیم خونریز ددمنش از اون مملکت مهاجرت کردن، با 2 تا چمدون 3 تا چمدون، حالا 100 تاشون هم فرض کنید دوز بودن. ولی الان البته نه، این دوزای جدید رو نمیگم، قدیم رو میگم، از ترس این حکومت. و 75 میلیون مردم ما در دست این حکومت اراذل و اوباش فاسد خونریز اسیرن. نگاه کنید، مرغ ندارن مردم، پیاز ندارن، نان ندارن، بدیهی ترین مواد غذایی تو مملکت ما وجود نداره. و یه مدرک روزخان نشسته اون بالا به جای 75 میلیون مردم ایران تصمیم میگیره و با یک دستگاه امنیتی به شدت خونریز و جانی مردم رو سرکوب میکنه. حالا ما علاوه بر این که مردم ایران باید با این رژیم مبارزه کنن، باید با چنگ و دندان از مسائل ارضی خودشون، حفظ مملکت هم دفاع کنن. خطر تجزیه میهن ما رو داره تهدید میکنه، خطر نفت پرستی و بیزینس این کشورهای غربی و همسایگان، اینا همه دست به دست هم دیگه داده، میهن ما رو در شرایطی قرار داده که خدا میدونه در آینده چگونه خواهد شد. یعنی این رژیم آخوندی و روزخانها تصورشون بر اینه برای هر مسئله بایستی از نظر فیزیکی آدم ها رو باشون برخورد کرد، اعدام، چوبه های اعدام، دراویش گناه‌آبادی، آدم های بی گناه، بی آزار، تفکری از همین دین دارن، 12 امامی هن، همه رو قبول دارن. در شرایطی قرار دادن که اخیراً حدود 6 نفر اینا رو دارن در شیراز محاکمه میکنن، چون در منطقه کوار اینا اونجا کاسبی میکردن، زندگی میکردن و اینا رو به عنوان مفسد فلعرض این بار دارن محاکمه میکنن. مسلمانن. حالا باهایی ها رو که دیگه صحبتشو نکنید، همیهنان باهایی ما رو ظالمانه ترین رفتارها رو نسبت به اینا دارن انجام میدن و جهان شاهد این جریان هست. اعدامشون میکنن، زندانیشون میکنن، از تحصیل محرومشون میکنن، میریزن خانه هاشون رو خراب میکنن، قبرستان هاشون رو خراب میکنن، همین کار رو با کلیمی ها میکنن، همین کار رو با زرتشتی ها میکنن، با مسیحی ها میکنن، منتها با یه شکل دیگری. بیشترین فشار بر باهایی هست و با شیعیان. این آقای بروجردی کاظمینی ببین چه بلایی سرش آوردن. گناه این آدم این بود که گفت آقا شما با دخالت کردن دین در مسائل حکومتی این دین رو از بین بردید، حرفی که آقای منتظری هم میزد. و الان چند نفر از این روحانیون با انصافتر دارن میگن، مثل آقای سانعی و نمیدونم آقای دستخی و دیگران. حالا قرار تظاهراتی در روز یک شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر در برابر فدرال بیلدینگ انجام میشه. دعوت کننده آقای امیر طراح معروف. ولی این مسئله ملی همیهنان گرامی، ما هممون صابخونه ایم، دعوت کننده لازم نداریم، ولی ایشون پیش قدم شده، کار بسیار جالبی کرده. در چندین نقطه لس آنجلس که پر رفت آمدترین خیابان‌های این شهر هست، این شهر کلان، شهر بزرگ دنیا، تابلوهای نصب کرده که خلیج نام جعلیه، خلیج عربی نام جعلیه، نام حقیقی اونجا که هزاران سال میگذره ازش خلیج فارسه. این مسئله ملی همیهنان گرامی، ما باید ثابت بکنیم که در مورد مسائل ملی با کسی شوخی نداریم. اینم که اون سلطنت طلب، اون جمهوری خاص، اون چپ، اون کمونیست، اینا همه در برابر مسائل ملی رنگ میبازه.
این وظیفه همه است. هیچ کس به دیگری برتری نداره. تکه پاره کردن اون مملکت به همه آدم هایی که به اون مملکت و به اون میهن عشق میورزند ناراحت کننده و دیوانه کننده است. ما سر این مسائل نباید گذشت بکنیم. 50% سهم ما در دریای مازندران و دریای خزر، البته شده 8%، اونم اگه به همون بدن. اینور عراق رفیق صمیمی آقای علی روزخان و دوستدارانش همین ارازل و باش دورت چوهای مشترک ما به شدت بهره برداری میکنه و بیشتر نقاط مرزی ما رو چوهای مشترک رو داره با شرکت هایی باشون مناقصه میبنده، قرارداد میبنده که اینا همه از ایران به دلیل سیاست های داهیانه روزخان بزرگ فرار کردن. و میدونی طبق گفته کارشناسان نفتی اینطوری نیست که شما وقتی یه چای مشترک دارین این ور سهم خودشو برداره اون وقت اون ورم سهم همیشه بمونه. نه، این چاهای مشترک و این منابع مشترک وقتی که مورد بهره برداری بیشتر یه طرف قرار میگیره این شیب به طرف اون ور میره، همینطور که در پارس جنوبی شاهدیم 13 برابر ایران قطر داره بهره برداری میکنه. و جالب اینجاست از همون پولی که از ما کسب میکنه برای مخالفت با میهن ما سوء استفاده میکنه. این قطری که 700,000 نفر جمعیت هم نداره به اندازه شهرک ما و شده یکی از ابرقدرت های منطقه، تصمیم میگیره در مورد لیبی، در مورد سوریه با عربستان سعودی و این دوتا پول میدن، اینا گاوه شیرده هستن و ترکیه شده رهبری اینا رو در دست گرفته در منطقه. نگاه کنید جدامنشی، جدا صفتی صحبت کردم و گفتم آدم های فقیر تو دنیا زیادن ولی با عزت نفس، اما کسانی هستن که میلیاردها پول دارن ولی جدا صفتن. از جمله این عرب ها بعضی هاشون، سر رهبرانشون میگم، نه مردم عادی رو نمیگم. من گزارش بودم این 2 ماه پیش در یکی از مجللترین هتل های پاریس یکی از این دخترای شاهزاده معروف عربستان با خلفتاش و نوکراش و نمیدونم گارداش و اینا یک طبقه این هتل بسیار گرون قیمت رو به مدت 2-3 ماه اینا اجاره کرده بودن. مسئله شده بود 2-3 میلیون دلار. همین خانم شاهزاده با این نوکرا و کلفتا و نمیدونم گارداش شبانه میخواستن فرار کنن پول هتل بخورن. اینی میگن گدا صفتی، یعنی از اون رأس این پادشاه ها و نمیدونم امیرا و اینا رو بگیرین تا این پایین اون کسانی که در سطح رهبری هستن گدا صفتی هنوز تو وجودشونه. پول یه هتل رو بخورن درن کشوری که در هر ثانیهش چندی میلیون درآمد داره، ثانیه گدا صفتی یعنی همین کاری که آخوندا میکنن. گدا صفت کسانی که به خاطر یک لقمه نان تو سرکول همیشه چشاشون میدویده دنبال مال و اینی که کجا میتونن حق بازی کنن پول مردم رو بالا بکشن، دروغ بگن، شالاتان بازی درارن، از امام حسین سوء استفاده کنن، از کربلا سوء استفاده برای پر کردن جیباشون، برای سرکیسه کردن مردمی که شعورشون رو دادن به دست اینا. همینجا برین این تلویزیون سلام رو نگاه کنید، عراجیفی که سر هم میکنه گوش کنید. عمری از مردم خمس و زکات گرفتن، روزخانی را انداختن، آمدن اون بالا خودشون رو به در و دیوار زدن از این ملت عشق بگیرن و مردم رو سرکیسه کنن. آقای خمینی هم گفت
گفت این جریه ها و این روزه هاست که اسلام را نگه داشته. نه، این جریه ها و این روزه ها آخونده را نگه داشته. مردم که چی؟ اسلام یعنی چی؟ اسلامی که به روزه و گریه باشه همون بهتر که نباشه. من بارها در این برنامه گفتم همینان گرامی، اگر پشت مسئله کربلا یک مسئله اصولی باشه، اینه که یه آدمی در برابر ظالمین ایستاده. اینا از امام حسین یه موجود مفلوک بیچاره که میاد گریه میکنه، یه بچه رو میگیره دستش، آقا به این آب بدین، گریه زاری که این نمیدونم اهل بیت من اینجا تشنن، تا این حد او رو کوچک میکنن کارشو. حالا اونایی که اعتقاد دارن، اونایی که اعتقاد ندارن که هیچی. حیرت ها برای همین این حکومت که درست کردن، نگاه کنید، یه آدمی که قاضی القضات بوده، دادستان انقلاب، که هزاران نفر از مردم میهن ما رو زندانی کرده، شکنجه داده یا کشته، گفته اینا قوانین رو نقض کردن، حالا اومده در رأس یه سازمان قرار گرفته که این سازمان دولتیه. 8 نفر از کسانی که این مردک رو انتخاب کردن منتخب وزیر نمیدونم تعاون امور فلان هستن. خب حالا دستگاه نمیدونم که چیه، عدالت اداری، اومده این آها رو به دلایل زیاد از جمله جنایت در کهریزک، چون یکیشون پسر یکیشون توش بوده، عدم اطاعت از رهبری، نمیدونم این، حالا ده ها مورد، اینا که همش بهانه های مسخره است، گفتن آقا این آدم از شغلش باید تعلیق بشه، ایشون صلاحیت نداره در این سمت قرار بگیره. میدونی که از دادگستری بیرونش کردن، حالا بنا به دلایل باندبازی ها. آقای احمدی نژاد برداشت این جانی بلفطره رو مثل همه جانی های دیگه که تو این دستگاه هستن آورد کرد رئیس تامین اجتماعی، ثروتمندترین دستگاه مملکت. حالا دیوان عدالت اداری رأی داده که بنا به این ماده، این ماده، این ماده، ایشون صلاحیت نداره، از کارش تعلیق میشه. همین آدمی که هزاران نفر رو زندانی کرد، شکنجه کرد و کشت، قاضی القضات انقلاب، حالا زیر بار این به اصطلاح رأی دیوان عدالت اداری نرفته، گفته اینا چرا میگه. آقای رحیمی گفته ایشون سر جاش میشینه، آقای احمدی نژاد هم گفته میشینه. اینه مملکت، ملوک و طوایفی، یعنی هر کس جنایت بکنه مال مردم رو بخوره، مردم رو مورد آزار و اذیت بکشه، در این رژیم ترقی میکنه و تضمین شده از کارش. سعید امامی یه مورد استثناء بود، برای اینکه در زندان دهانشو بیشتر از اون حدی که باید باز کرد، سرشو کردن زیرا. همینطور که در بسیاری مردم میگن، من نمیدونم، من نمیتونم قضاوت کنم، میگن احمد خمینی رو همین کار کردن، برای اینکه این اواخر خیلی حرف میزد. بنابراین در کشوری که کشتار آدم ها مورد انبساط خاطر مقام روزخان بزرگ و آدم هایی مثل این احمد جنی جنتی میشه و همه خوشحالی، اومد تو نماز جمعه گفت دستتون درد نکنه، 4 نفر اعدام کردی، حکم اعدام دادی، دستتون درد نکنه. دلم میخواد ببینم در آینده اینا در مورد فرزندانشون هم همینطور قضاوت میکنن که بچه های ما رو میگیرن میکشن. آقای دکتر مهدی خزعلی نوشته که در گزارش ها بوده که در فرودگاه امام خمینی ماموران حراست و امنیت فرودگاه یک زن محجبه مسلمان رو، شیعه رو، لخت کردن و بعدم گفته آقایان آیت الگنده ها، ایشون گفته آیت العظما، آیا اگر با زنان شما و دختران شما این کار بکنن شما هم تو نگاه میکنید؟ بعدم گفته شما از نظر مردم ما دیگه پوسیده این جنازه، این جنازه هاتون هم پوسیده، کسی دیگه به شما اعتنا نمیکنه. این خودش پسر یه آیت الگنده است. اما این جالبه، همین آقای مهدی خزعلی که هنوز یه مقدار زیادی از اون چیزهای قبلی تو مغزشه، فقط به زن محجبه شیعه بم میکنه، یعنی به دیگران اگه این کار کردی مهم نیست، و میگه اگه با زن من این کار کردن
من پدرشون در می آوردم، مادرشون رو به عزاشون می شوندم. حالا همین الان گرم یه مسئله دیگه، تشکیل کنفرانس غیر متعهدها در تهرانه، حدود تقریبا 25-6 روز 27-8 روز دیگه اینا قراره یه نمایش بدن از یه کشور مترقیه که مردمش میان در انتخابات ها شرکت میکنن، رأی میدن، همه ارگان ها به وسیله مردم انتخاب میشن. 3000 میهمان رسمی، حدود 7-8000 نفر هم میهمان غیر رسمی دیگه، این آدم هایی که میان هاش خانماشون اینا رو میارن به خرج مردم ایران. از حالا هتل ساختن، خونه های گران قیمت درست کردن برای میهمانان خارجی و قراره به نوشته روزنامه‌ای 15 روز تهران تعطیل تقریبا، چون از عید فطر شروع میشه تا تقریبا یه چند روز این کنفرانس طول میکشه. اینطوری که گفتن خود روزنامه گفتن آقا بدون رو درواسی 15 روز. همینان گرامی، وظیفه ما همونطور که در مورد اعتراض به عوض کردن نام خلیج فارس تظاهرات بزرگ در سراسر جهان هست، همین مسئله تشکیل کنفرانس غیر متعهدها در ایران هم باید در تمام کشورهای خارجی اکسیونهای بزرگ ایرانی ها تشکیل بدن و مخصوصا اون کشورهایی که قراره در این کنفرانس غیر متعهدها شرکت کنن و افکار عمومی جهان رو آشنا کنن به مظالم، جنایات و ددمنشی هایی که این رژیم در حق بچه های ما کرده. نمیشه از اینا گذشت. این یه موقعیت جهانی به دست ما افتاده. گفتگو میکنم همینان گرامی با دکتر مسئول نقره کار درست در مورد یکی از شنیع‌ترین، وحشیانه‌ترین و ددمنشترین رفتاری که این رژیم در سال از ابتدای شروع کارش و به خصوص در سال 67 با بچه های ما کرد، با دگراندیشان کرد و دسته دسته از بچه های جوان ما رو بردن با 3 سال به جوخهای اعدام سپردن. در مورد همین مسئله با دکتر نقره‌کار صحبت میکنم همین الان گرامی. دکتر نقره‌کار عزیز درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار من میدونم شما در مورد این مسائل مربوط به جنایات رژیم، حالا سال 67 نه بلکه از همون ابتدا، مطالعات خیلی دقیقی کردید، مطالب بسیاری نوشتید. من فکر نمی‌کنم کسی به اندازه شما به این مسائل اشاره کرده باشه، چه در مطالب تحقیقیتون چه در مورد مقالاتی که در سایت ها و روزنامه های مختلف نوشتید. من از شما خواهش میکنم در مورد جنایات که این رژیم از ابتدای تأسیسش و به خصوص در کوران کارش سال 67 انجام داده یک شمایی به آگاهی مردم برسونید، شنوندگان ما، بینندگان ما برسونید، چون این مسائل باید به عقیده من ماها و ماها تعقیب بشه. همیشه یاد اون انسانهای شریفی که فقط به دلیل دگر اندیشی به وسیله این دستگاه جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن همیشه تکرار بشه، به فراموشی سپرده نشه. گوش میکنیم به مطالب شما آقای دکتر نقره‌کار. بله خیلی متشکرم. بله همونطور که اشاره کردید ماه مرداد و شهریور یادآور یکی از بزرگترین کشتارهای دگراندیشان سیاسی و عقیدتی در تاریخ معاصر کشورمون است بدون تردید. میدونید که به فتوای آیت الله خمینی در طی این 2 ماه هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران که اطلاع دارید زندانیانی بودند که واقعا در بیدادگاه ها اینا محاکمه شده بودند و هر برخی از آنها در آستانه آزادی بودند، اونها رو همونطوری که گفتید نه با 3 سوال گاهن با 1 سوال 2 سوال محکوم به اعدام کردند و قتل عام وسیع رو در سراسر ایران توی اون 2 ماه حتی کمتر از 2 ماه انجام دادند. ما
اون در واقع قربانیان هم همونطوری که گفتید واقعا چهره های و شخصیت های برجسته سیاسی، علمی و فرهنگی بودن. اتفاقا من داشتم نگاه می کردم یکی از این شخصیت ها رو به نام حسین اقدامی یا حسین صدرایی، یه شعرش هم پیدا کردم که اگر امروز فرصتی شد بگم که یکی از کسانی که واقعا تو قتل عام به قتل رسید یک همچین شخصیتی بود با یه همچین کارنامه‌ای و یک همچین اشعاری، در هر حال شبیه اون بسیار بودن. در بر اثر همین فتوایی که من بهش اشاره کردم که واقعا نماینده چهره و نشاندهنده چهره واقعی اسلام فقاهتی میشه گفت بود و یک سند ارزشمندی در رابطه با جنایت علیه بشریت، چون واقعا کاری که سال 67 با این فتوا انجام شد میشه گفت یک نسل کشی بود. بنابراین به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت میشه ازش نام برد. و این فتوا هم علت میشه گفت کلیش روشن هست چرا خمینی چنین فتوایی رو صادر کرد و هم بهانه‌ای که برای صدور این فتوا در خود فتوا هم مطرح میکنه تراشید که بتونه همچین فتوایی رو صادر بکنه. منتها همونطوری که شما اشاره کردید، نکته‌ای که بعدیست بهش اشاره بشه این هست که این کشتار، اولین کشتار و به گمان من آخرین کشتار این حکومت نبوده و نخواهد بود. برای اینکه یعنی تا موقعی که این حکومت هست به گمان من باید انتظار اینو کشتارها رو داشت. روی علت اینکه چرا این حکومت دست به این کشتارها میزنه هم علت اساسی و همونطوری که گفتم علتهای جانبی قبلا صحبت شده. نکته‌ای که به گمان من اهمیت داره این هست که ما بدونیم کشتار 67 بسیار پر اهمیت است از زوایایی که من بهش اشاره کردم، اما حکومت اسلامی در طی این 33 سال کشتارهایی رو حتی بزرگتر از کشتار 67 مرتکب شده. همین کشتاری که حکومت اسلامی همون اوائل در واقع نشستنش بر تخت نوعی سلطنت شروع کرد که همون سال 57 و 59 که ابتدا از وابستگان به رژیم پهلوی به یه شکل بسیار ناعادلانه، غیر انسانی، با محاکمات بسیار ناعادلانه که با هیچ موازین حقوقی نمیخواند کشتار رو در واقع از همون جا شروع کرد و در همون سال، یعنی از همون مدرسه پشت بام مدرسه رفاه، و بعد هم در همون سال میدونید کشتار کردها، ترکمنها، حتی بهائیان، یا کشتار سال 60 که یکی از بزرگترین کشتارهای بوده که میشه گفت حتی وسعتش به لحاظ کمی بیشتر از سال 67 بوده، یا کشتار 67، کشتار روشنفکران و دگراندیشان در خارج کشور، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتار فعالین جنبش سبز، اینا مجموعه کشتارهایی که واقعا حکومت اسلامی توی این 3 سال مرتکب شده. و من همونطوری که گفتم اگر این حکومت بر سر کار باشه به دلیل آن ماهیت و ذاتی که داره که تحمل نمی‌کنه دیگری رو، باز هم کشتار خواهد کرد. دکتر دانه ببخشید، دکتر نورکار، مسئله کشتارهای اول انقلاب رو شما یادآوری کردید. فرق اون زمان این بود که بسیاری از روشنفکران و بسیاری از سازمان‌های سیاسی زمانی که اینا رو پشت بام مدرسه علوی اون کشتار وحشیانه رو از وابستگان رژیم گذشته می‌کردن، خیلی از این سازمان‌های سیاسی تایید کردن. ولی در سال 67 این شمشیر دودم متوجه خودشون هم شد. در این مورد خواهش می‌کنم نظرتون رو بگید. بله، ببینید واقعیتش این هستش که اون کشتاری که بهش اشاره کردید، یعنی همون در آغاز انقلاب اون کشتارهای وسیع، همونطور که گفتید هم بخش بزرگی از روشنفکران جامعه ما یا بهش بیتوجه بودن یا تاییدش کردن و بخش وسیع از سازمانهای سیاسی و احزاب سیاسی تایید میکردن و حتی برخیشون خواستار این بودن که این کشتارها بیشتر بشه، تشدید بشه. اسناد اینا هست متاسفانه. یک چنین برخورد و یک چنین خطایی باعث شد که بعدها تمام قوانین قضایی و کیفری همین حکومت اسلامی، در واقع
به شکل پیش رفت همونجوری که گفتید مثل یه شمشیر دودم، نه فقط وابستگان به رژیم پهلوی، به تدریج دیدیم، خود خمینی هم مثال چند تا چوب کناره همو زده بود، به تدریج دیدیم سال 60 سازمان مجاهدین، سازمان فداییان، سال 67 در مجموع همه سازمان ها، حتی سازمان هایی که ازش حمایت کرده بودن، در میان قربانیان سال 67 بسیاری از افراد حزب توده و یا سازمان اکثریت که اینها حامیان حکومت اسلامی در اون مقاطع بودن، در میان قربانیان وجود داشتن، یا در قتل های زنجیره‌ای یقه بسیاری از روشنفکران فرهنگی رو گرفت. بسیاری از برخی از همین روشنفکران که من نمیخوام استبرم، در مقطع کشتارهای 57-58 در مطبوعات ایران تایید میکردن این کشتارها رو. بنابراین به گمان من این خطا آن روز، یعنی این سکوت آن روز و تایید آن روز، یک جوازی به حکومت اسلامی داد به نوعی که همونطوری که گفتم تمام قوانین کیفری و قضاییش به شکلی پیش رفت که اصلا اعدام در جامعه ما، شکنجه و اعدام در جامعه ما به تدریج تبدیل شد به یک امر روزانه. بله بدیهی. به تدریج بله تبدیل شد به این که دیدیم دیگه، در واقع نه فقط غیر خودی ها که مخالفان و یا دیگران ایشان بودن، دیدیم که به تدریج در جنبش سبز دیدیم حتی یقه خودی هایی رو که یک کمی مسئله داشتن گرفت. کامل درست. به گمان من کلید خطا از همون شب 26 بهمن ماه 1357، یعنی 4 روز بعد از انقلاب، که اون 4 تن از وابستگان رژیم سابق و که البته خب اونا بی خطا نبودن، ولی در هر حال به اون شکل بر پشت بام اونها رو تیرباران کردن و مطبوعات ایران هم صحنه‌های فجیع تیرباران رو هم منتشر کرد، به نظر من کلید از همونجا خورد که این حکومت برای چه کاری اومده و نمیباید همون مقطع سکوت میشد و بدتر از آن تایید میشد. من نکته رو که تو همین رابطه میخواستم بگم، ما هر ساله، شما هم اشاره کردید، در سالگشت کشتار 67 وظیفه داریم به دلایل مختلف این کشتار رو مطرح کنیم، جدا از یادآوری و تقویت ذهنیت ضرور و تاریخی مردم در رابطه با اون که هی ماهیت حکومت رو نشون بدیم، جدا از مسئله دادخواهی قربانیان و خانواده اونها، یا تلاش برای این که برها راهی رو پیدا بکنیم یا راهی رو بنمایانیم که دیگه تکرار نشه، که البته راه هم مشخصه، این که نگذاریم هیچ دینی در حکومت قرار بگیره یا دین رو از حکومت هم جدا بکنه، این قدم اول. جدا از همه اینا من میخوام بگم که ما باید همه اون کشتارهایی رو که بهش اشاره کردم در سالگشتاشون بهشون اهمیت بدیم و به اونها بپردازیم. کشتار سال 57-59 میباید در سالگشتش به اون پرداخته بشه، بررسی بشه و راجع به قربانیان اون مقطع هم بحث دادخواهی و به هر حال این که به عنوان جنایت علیه بشریت حتی مطرح بشه طرح بشه، یا سال 60 که جای خود داره، کشتار همون قتل‌های زنجیره‌ای، کشتار دیگراندیشان در خارج و یا حتی همین فعالین جنبش سبز. به گمان من هر کدوم از اینا در جایگاه خودشون، نه در سالگشتاشون، اقلا باید بهشون اهمیت داده بشه و به اونها پرداخته بشه. دکتر نقره‌کار، شما راجع به این قتل‌های سال 60 و 67 و بعدم به قول شما ادامهش که همه شاهدیم که اینا آنی دستگاه کشتارشون با نمونده، تعطیل نشده، یه مسئله مهم اینه که در اون اوایل انقلاب بسیاری از این آقایون اصلاحاتچی‌ها که الان آمدن نقش اپوزیسیون این رژیم رو بازی میکنن و به قول شما حتی اینا نتونستن اونا رو هم تحمل بکنن، دستشون آغشته به خون میهن‌پرستان دگراندیشان مملکته. این خط‌کشی رو چجوری باید تحمل کرد؟ یعنی واقعا اون کسانی که در اون زمان نقش درجه یک داشتن در اون کشتارها و حالا در جهت مخالف رژیم جمهوری اسلامی، بلی حد میشه گفتش که به عنوان خودی جزو اپوزیسیون این رژیم هستن، تکلیف اینا چیه؟ با اینا باید چه رفتاری کرد؟ ببینید، خب
خیلی روشن هست. بزرگترین کشتارها در دورانی انجام شد که برای نمونه خود آقای موسوی مسئولیت‌های همین آقای رفسنجانی خود آقای کروبی یا بسیاری از کسانی که از این اصلاح طلبان در خارج کشور هستند یا مثلا خود آقای حجاریان بسیار نقش مهمی داشت در رابطه با نظریه پردازی در باب اون اقدام‌ها. منتهای مراتب مشکل این هستش که اینها حتی نمیخواهند بپذیرند و قبول بکنند که اون جنایت ها اتفاق افتاده و انتقاد بکنند. یعنی مشکل این هستش که شاید طبیعی آدم این رو با این نوع برخورد بکنه که خب اشتباه کردن، خطا کردن، متوجه خطا هستن و خب شروع نقد و انتقاد این خواهد بود که لااقل دیگه تکرار نشه نتیجهش، یعنی اون اتفاقات دیگه نیفته اگر از نقد و انتقاد اینا شروع بکنن نسبت به کاری که انجام شده. متاسفانه در همون حد هم پیش نمی‌رونن. بله کاملا. یعنی ما دیدیم حتی خود آقای موسوی در رابطه با کشتار 67 بلا فاصله مسئله اقدام‌هایی رو مطرح می‌کنه که مجاهدین کردن تحت عنوان اقدام‌های تروریستی. یعنی به دنبال توجیه، البته سال 60 عرض میکنم، حالا 67 خوب سکوت میکنن یا مثلا قطعه های زنجیری رو یا کشتارهای دیگر رو یا الان که به هر حال گریبان خودشون گرفته. مشکل و قدم اصلی این هستش که اینها بپذیرن چنین خطایی شده، بپذیرن آیت الله خمینی دست به جنایت برده. اون فتوا سند بسیار مهم و روشنی است در رابطه با اینکه یک فرد دست به جنایت و انسان کشی و دگراندیش کشی میزنه. به یک تن هم نه، هزاران تن. بنابراین اینها اگر اینها رو بپذیرن و نسبت به اینها با دید انتقادی نگاه بکنن یک گام قضیه به جلوست. مثلا اینها این رو هم نمیپذیرن، هنوز در این فکرن که به دوران طلایی امام خمینی برگردن که در واقع دوران جنایت ها بود. بله، اون فتواهای اون باعث شد که این جانشین برحقش هر جا که مسئله به بنبست میخوره میگه امام پدر امام انقلاب ما فرمودن که باید اینطوری قاطعانه با ضد انقلاب رفتار کرده از این صحبت رو. بله بله، یعنی در واقع این یه گامی است که اینها بر نداشتن و تا موقعی که بر ندارن این سوالی که شما مطرح کردید سوالی است به حق و حق هر کسی از اینا بکنن، چون اینها در اون مقاطع همونطوری که گفتم پست‌های کلیدی اجرایی حتی قضایی در سطح زندان‌ها داشتن. بنابراین به راحتی نمیشه از این مسئله گذشت و بحث کینه و بحث تلافی جویی و اینا هم نیست، بلکه بحث یک در واقع پروسه منطقی برخورد با یک قضیه و حل قضیه هستش. بله کاملا. دکتر نورکار چند دقیقه، 3-4 دقیقه بیشتر به وقت ما باقی نیست. من میخوام مسئله دیگری که خیلی مهمه مطرح کنم. میدونید که کنفرانس غیر متعهدها قراره تقریبا حدود 22-23 روز دیگه در ایران تشکیل بشه. اینا یک تدارکات بسیار وسیعی در این مورد انجام دادن، هتل‌های جدید ساختن، خانه‌های جدید رو نمی‌دونم خالی کردن، قرار تهران یه 15 روز اینطور که خودشون نوشتن، روزنامه‌های ایران نوشتن، سایت‌های ایران تقریبا تعطیل بشه برای اینکه هر چه با شکوه‌تر این کنفرانس غیر متعهدها برگزار بشه. حتی سایت تابناک از قول خبرگزاری‌های داخلی نوشته که در حقیقت، یعنی یکی از این برگزار کنندگان کنفرانس گفته، در حقیقت برگزاری هر چه با شکوه‌تر این کنفرانس غیر متعهدها در تهران این بار باید به دنیا ثابت بکنه که همونطور که ما میتوانیم همه کشورهای غیر متعهد، چه مسلمان و چه غیر مسلمان رو اینجا جمع بکنیم در زیر یک سقف، پس ما قادر به مدیریت جهانی هم هستیم. من پیشنهادم در این برنامه اینه که دکتر نورکار بایستی تا تشکیل این کنفرانس که بیشتر از 22-23 روز دیگه بهش باقی نمونده، ایرانیان خارج از کشور در هر نقطه از جهان اکسیون‌های مختلف تشکیل بدن و جنایات رژیم رو به خصوص برای افکار عمومی در سراسر جهان و مخصوصاً کشورهای غیر متعهد که قراره به این کنفرانس دعوت بشن و شرکت بکنن افشا بکنن و روشنگری بکنن. نظر شما رو می‌خواستم راجع به این موضوع.
من که کاملا موافق هستم، برای اینکه ببینید حکومت اسلامی جدا اون تا از تخصصی که ما بهش اشاره کردیم الان، یعنی عدم تحمل و کشتار دیگراندیشان، داره یک تخصص دیگه هم داره و اون بازی کردن با ذهنیت مردمه. یعنی تلاشش برای اینکه بتونه ذهنا رو و اذهان مردم، نه فقط ایرانو، مردم جهانو از یک سری مسائل اساسی منحرف کنه. درست. الان مثلا حکومت اسلامی با بحران‌های مشکلات متعددی روبروست، هم در عرصه بین‌المللی هم در عرصه داخلی. شما نگاه کنید در جامعه ما الان خرید مرغ مسئله ساز شده، تهیه مرغ. یک همچین جامعه‌ای در واقع وقتی چنین نمایش‌هایی رو می‌ذاره، تمام تلاششون با برنامه‌ای هستش که ذهن مردم رو دور بکنه و ذهن جهانیان رو از آنچه که درون اون جامعه می‌گذره. خب وظیفه ماست اینو بگیم این یک نمایشه و برای فریب دادن، و دلایلش هم خیلی روشنه. جامعه‌ای که مردمش برای خرید یه مرغ صف‌های چند کیلومتری می‌بندن، بیاد مثلا میلیون ها دلار خرج گذاشتن یک کنفرانس بکنه، خب معلومه به هر حال این پشتش یک بازی عقیدتی سیاسی برای انحراف اذهان است از واقعیتایی که در اون جامعه جاری است. به گمان من پیشنهاد خوبی است و خود من به عنوان یک ایرانی هر کاری از دستم برمیاد تو این رابطه خواهم کرد. دکتر نقره‌کار، این شعری که قرار بود بخونید، اگر امکان داره در 2-3 دقیقه تموم بشه بخونید. بله، میدونید حسین اقدامی یا حسین صدرایی از فعالین کانون نویسندگان ایران و دارای کتاب‌های متعدد و ترجمه‌های متعدد، یک شخصیت برجسته ارزشمند فرهنگی و سیاسی بود. این شعر رو من سریع می‌خونم. این سال 67 حسین هم در واقع بر دار آویخته شد. برهنه پای بر تیغ و برهنه تن در آتش، قدف روخته از آزمون سرخ می گذرم و سرنوشت نه پیشا پیش من، که چون سگی رانده به دنبالم می دود. سبکبال می گذرم، سراپا همه خون شعله بر آتش و تیغ، با قلبی آکنده از امید بهاران و کول پشتهی سرشار از فریاد و رنج. رنج 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 های تلخ مردم سرزمینم، که فرداهای آبستن را می زایاند، و فریاد 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 های سرخ رفیقانم که فلق را خون رنگ می کند. می گذرم بر تافته و عاشق، با تیری در قلب، تیری در گلو و پرنده کوچکی در دهان، که با هزار لحجه برای پیروزی مردم نغمه می خواند. این یکی از شعرهای این شاعر بزرگوار بود که در کشتار سال 67 بر یکی از آن دارها شکفت. بسیار سپاسگزارم دکتر نقره‌کار عزیز. تا هفته آینده که من راجع به یه مسئله بسیار مهم، هم در مورد کشتارهای سال 67 و هم ظلمهایی که به اقلیت‌های دینی ما وارد میاد با هم صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما. منم سپاسگزارم. خب همینان گرامی، وقت برنامه من هم به همینجا به پایان رسید. فراموش نکنید روز یک شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر در برابر فدرال بیلدینگ با هر عقیده و نظر سیاسی که دارید، این مسئله ملی همینان گرامی، این مسئله مربوط به همه ما هاست، با هر طرز تفکری، با هر دینی. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.